به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. تنش لفظی مرزبانان پاکستان و طالبان تورخم پس از یک ساعت بسته شدن برای مسافران باز شد. نماینده طالبان در تورخم گفت پاکستان پس از تنش لفظی بین دو طرف راه را بسته بود، ولی به زودی دوباره باز شد. اسمت الله یعقوب گفت تلت و کوب کودکان دلیل تنش لفظی بین دو طرف بوده است. اسمت الله یعقوب کمیسار طالبان در تورخم شنبه به خبرگزاری باختر رسانه تحت کنترل طالبان گفت گذرگاه برای 20 دقیقه بسته بود، اما منابع به افغانستان انترنشنال گفتند راه برای یک ساعت برای مسافران بسته مانده بود. تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده صحنه از ازدحام مسافران در گذرگاه تورخم را نشان می دهد. تورخم از مسیر پرتعدد میان افغانستان و پاکستان است و آمارهای رسمی نشان می دهد که روزانه هزاران مسافر از این مسیر رفت آمد می کنند. وزارت مهاجرین طالبان روز شنبه از برگشت حدود 946 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان خبر داد. مقام‌های محلی طالبان گفتند 921 نفر از مهاجران به طور داوطلبانه بازگشته و 25 تن دیگر زندانیان بودند که پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین طالبان در توییت نوشت این مهاجران از روز شنبه 7 اسد تا پنج شنبه 12 اسد به افغانستان برگشتند. این وزارت افزوده است که افراد مذکور توسط اداره مهاجرین ثبت شده و اسناد لازم در اختیارشان قرار گرفته است. افزون بر آن روز پنجشنبه 12 اسد 18 افغان که از پاکستان رد و مرز شده بودند از طریق گذرگاه تورخم در ولایت ننگرهار به افغانستان برگشت داده شدند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی روز شنبه گزارش دادند که پلیس کراچی در یک عملیات جستجوی هدفمند 8 افغان را بازداشت کرد. پلیس پاکستان اعلام کرده که هدف از بازداشت این افراد تامین امنیت جامعه و حمایت از حاکمیت قانون بوده است. معلوم نیست که این شهروندان افغانستان بر چه اتهامات بازداشت شدند. با گزارش شبکه خبری آریو نیوز، چودری سهیل از مقامات نظامی پاکستان گفته این عملیات نه تنها برای شناسایی مهاجران غیرقانونی بلکه برای مقابله با تهدیدات احتمالی بود که ممکن از رفاه ساکنان محلی را به خطر بیندازد. به گفته وی بازداشت شدگان به طور کامل بازجویی خواهند شد. پیش از این حنا ربانی کهر معاون وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده بود که افغانها در برخی از عملات تروریستی در پاکستان دست دارند. طالبان این ادعای خانم کهر را رد کردند. کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان را از رهبری حزب تحریک انصاف برکنار کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است که عمران خان نخست وزیر سابق به دلیل محکومی از صلاحیت رهبری تحریک انصاف را ندارد. اکنون شاه محمود قریشی معاون او ریاست این حزب را بر عهده خواهد گرفت. همزمان تصاویری از راهپیمایی طرفداران خان منتشر شده است. موج تازه تحولات سیاسی در پاکستان روز جمعه زمان رقم خورد که دادگاه عالی روند محاکمه عمران خان را در قضیه فروش غیرقانونی ادایای دولتی موقتا متوقف کرد، اما دیری نگذشت که دادگاه محلی در اسلام آباد که این پرونده را تعقیب میکرد آقای خان را به 3 سال زندان محکوم کرد و روز شنبه پلیس او را در محل اقامتش در لاهور بازداشت و به اسلام آباد منتقل کرد. حکم تازه دادگاه به صورت بالقوه میتواند عمران خان را از شرکت در انتخابات سراسری ماه نوامبر محروم کند. روز جمعه شهباز شریف نخست وزیر پیشنهاد داد که پارلمان در 9 آگوست 3 روز زودتر از موعد منحل شود. دوره قانونی مجلس در 12 ماه جاری به پایان میرسد. بازداشت عمران خان به احتمال زیاد به موج تازه از نارامی ها در پاکستان دامن زند. بازداشت کوتاه مدت او در ماه می باعث خشونت های گسترده و تقابل هواداران سرسخت او با ارتش شد. روز شنبه نیز ساعت پس از بازداشت عمران خان حساب تویتری حزب تحریک انصاف ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد طرفداران نخست وزیر سابق به خیابان ها آمدند. محل این را پیمایی مشخص نیست. دعوت به آرامش. صفحه تویتر عمران خان پیام ویدیویی را نشر کرده که به نظر می‌رسد نخست وزیر سابق آن را پیش از بازداشت ضبط کرده است. عمران خان می‌گوید بازداشتش قابل پیش بینی بود. این بازداشت یکی از گام‌ها برای تطبیق طرح لندن است، اما من از همکاران حزبی هم می‌خواهم آرامششان را حفظ کنند و ثابت قدم و قوی باشند. با این حال حزب تحریک انصاف پاکستان گفته که روز شنبه به دادگاه عالی علیه این حکم اعتراض کرده است.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پس از صدور حکم دادگاه پلیس محل اقامت خان را در لاهور محاصره کرد، اما برخلاف مهمه هیچ نشانه فوری از نارامی در ساعت پس از دستگیری او مشاهده نشد. دستگیری و بازداشت چند روزه خان در مهمه در ارتباط با یک پرونده جداگانه باعث آشفتگی سیاسی و درگیری های مرگبار بین نوادارانش و پلیس شد. در این حال مولانا فضل رحمان رئیس جنبش دموکراتیک و جمعیت علمای پاکستان گفت که تروریسم از افغانستان به پاکستان میاد و حکومت فعلی افغانستان باید در این باره اقدام کنند. او که روز جمعه در یک جرگه بزرگ قبیله‌ای در یک هتل محلی زیر جمعیت علمای اسلام پاکستان در پشاور صحبت میکرد، از تلفات جانی عملات انتحاری اخیر در منطقه باجور پاکستان اظهار تأسف کرد و به خانواده های قربانیان تسلیت گفت. رئیس جمعیت علمای پاکستان از رویدادهای تروریستی در شهرستانهای مختلف آن کشور ابراز نگرانی کرد و این رویدادها را تهدید جدی علیه دولت پاکستان عنوان کرد. او نقش جرگه های قومی را در بهبود روابط پاکستان و حاکمان فعلی طالبان مؤثر دانست و دولت را در روند مذاکره صلح با تحریک طالبان پاکستانی به کمکاری متهم کرد. در این حال همزمان با اظهارات اخیر مقام های پاکستانی در رابطه با استفاده شدن از خاک افغانستان علیه پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این موضوع را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. مجاهد با نشر توییتر نوشته بود که طالبان به کسی اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود و از پاکستان خواسته تا به جای اتهام وارد کردن شواهد را در اختیار این گروه قرار دهد. او افزوده است طرح این چنین اداهای به نفع هیچ کشور و هم ملت نیست. تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفتند این سازمان از مقام‌های خارجی دعوت کرده تا شواهد غیر قابل انکار و کمک پهپاد ایران به روسیه را که از پهپادهای سرنگون شده در اوکراین و عراق به دست آمده مشاهده کنند. یکی از تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به خبرنگاران گفت هدف از نشان دادن این شواهد به مقام‌های خارجی و اعضای کنگره تحت فشار دادن جمهوری اسلامی و ثابت کردن این موضوع است که پهپادهایی که با آنها به مناطق غیر نظامی در اوکراین حمله می‌شود طراحی و ساخت ایران است. یکی از سخنگویان آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت حمایت ایران از روسیه در حمله به اوکراین همزمان با نشانه‌های کمک مسکو و تهران در پیشبرد برنامه فضایی خود که میتواند به توسعه برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی کمک کند از تعمیق شراکت دو کشور حکایت دارد. تشکر از توجهتان. تا بعد.